جنگی که معنی واقعی کلمه بین فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی و صهیونیست ها در واقع آغاز شده یکم صحبت کنم، چون حقیقتا غافلگیرانه بود. یعنی قاره پیش می یه چیزی هم بگم، ببینید واژه صهیونیست رو که استفاده میکنم به جای اسرائیل به خاطر اینکه صهیونیست برای خیلی‌ها یک کلمه کثیف حساب میشه و اینا از عمد اینو استفاده میکنن برای اینکه چهره اسرائیل رو بد نشون بدن و صهیونیست هم چیز بدی نیست. صهیونیست بودن چیز بدی نیست. من خودم رو صهیونیست میدونم. خب ما چندین بار اومدیم به شما نشون دادیم که کسایی که صهیونیست رو بد میخوان جلوه بدن به خاطر اینکه تعریفای مختلف صهیونیست رو باهاش آشنا نیستن. ما اینجا اومدیم براتون توضیح دادیم اینو. ولی من برای همین به خودم میگم من صهیونیستم، چون من میدونم تعریفای از صهیونیست وجود داره که من اونو قبول ندارم، ولی اون تعریفای رو استفاده میکنم که قبولش دارم برای اینکه اینو عادی سازی بکنم که حساسیت زدایی بشه. از همون اولش هم که 15 سال پیش ما اومدیم به خودمون گفتیم ایتیس ریپابلیک یعنی جمهوری بی خدایان، مثلا کلمه ایتیس کلمه زشتی حساب میشد، ولی ما برای عادی سازیش هم کلمه ایتیس رو استفاده کردیم، یعنی مرتد، ملحد، هیدن، بدترین کلمه‌ای که بقیه از ما استفاده میکنن ازش که مثلا ما رو بزنن، ما اونا رو به عنوان برچسب با افتخار میذاریم رو سینمون که عادی سازی بشه، اون کلمات نشه به عنوان اصلی ازش استفاده کرد. برای همین امروز هم به نظر من چون کلمه صهیونیست کسایی که یهودی ستیز هستن خیلیشون کلمه صهیونیست رو به عنوان یه استفاده ازش میکنن به جای استفاده از کلمه یهودی به خاطر اینکه یهودی ستیزی خودشون رو مخفی بکنن، برای اینکه این اسلحه نشه ازش استفاده کرد، من به شما پیشنهاد میکنم که شما هم بگید من صهیونیست هستم که این عادی سازی بشه.